در نشست وزیران مدافع کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای که 28 اپریل سال 2023 در شهر دهلی نو در هندوستان برگزار شد، سرگئی شویگو وزیر مدافع روسیه از نفوذ پیدا کردن کشورهای عضو ناتو در منطقه آسیای میانه اظهار نگرانی کرده و گفت روسیه در پاسخ به این چالش پایگاه‌هایش در تاجیکستان و قرغیزستان را باز هم پرزورتر میکند. بنا به گفته این منصبدار روس، گویا آمریکا و هم پیمانهایش با بهانه کمک در مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم تلاش کرده استودند تا حضور نظامی خود را در آسیای میانه برقرار کنند. ولی شویگو برای اثبات گفته‌های خود یگان دلیل مشخصی را پیش نآورد و گفته شویگو روسیه وادار شده است تا در پس منظر این تلاش‌های آمریکا و ناتو سطح آمادگی جنگی پایگاه‌های نظامی خود را در کشورهای منطقه تقویت بدهد. او در هندوستان ابراز داشت که از جانب خود آمادگی جنگی پایگاه‌های نظامی روسیه در تاجیکستان و قرغیزستان اینچنین دیگر پایگاه‌های دخلدار را به ضد تهدیدهای احتمالی پرزور می‌کنیم. همچنین شویگو اضافه نمود که درخواست‌ها به کشورهای منطقه را درباره جایگیرکنی زیربناهای نظامی را تهدید مستقیم به ثبات کشورهای عضو سازمان شانگهای ارزیابی می‌کنم. از این گذشته وزیر مدافع روسیه از نفوذ پیدا کردن گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان نیز اظهار تشویش کرد. وضعیت در منطقه آسیای میانه در آینده احتمال رو به متشنج‌شوی دارد. زمینه آن را گروه‌های تندرو سرشمار در افغانستان گذاشته استودند. این گروه‌های تندرو امروزها در افغانستان ریشه گرفته و در آینده برای تبلیغ غایه‌های خود وارد کشورهای همسایه و همین طور در پهنای سازمان شانگهای می‌شوند، اظهار داشته است وزیر مدافع روسیه. شویگو بازم بدون آوردن کدام دلیل مشخص در دهلی نو گفت احتمال ورود گروه‌های تندرو و سازمان‌های تروریستی مثل داعش، القاعده، حرکت اسلامی ازبکستان و حرکت اسلامی ترکستان شرقی از خاک افغانستان به کشورهای هممرز آن رو به افزایش دارد. ولی در این حال حرکت تندرو طالبان که از ماه آگوست سال 2021 رهبری افغانستان را در دست خود دارد، در یک بیانیه اظهارات وزیر مدافع روسیه در مورد افزایش تعداد گروه‌های افراطی از افغانستان به کشورهای منطقه را رد کرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در این بیانیه ادعا کرده است که شماری از رویدادهایی که در این اخیر موجب ناامنی در افغانستان شده توسط برخی از کشورهای منطقه انجام داده شده است. همچنین ذبیح‌الله مجاهد تاکید میکند که حکومت‌های کشورهای منطقه باید مسئولیت خود را ادا کنند. اشاره سخنگوی طالبان ظاهراً به جنگجویان از تاجیکستان است که اخیراً چندین تاجیکستانی از سوی رژیم طالبان به انجام عمله‌های مرگ طلبانه در مسجدهای شیعه‌ها و همین طور در سوءقصد به جان والی ولایت بلخ عیبدار کرده شدند. تا این دم نیز روسیه بارها از وجود داشتن شماره زیاد جنگجویان زاده کشورهای آسیای میانه در مرز افغانستان با تاجیکستان خبر داده بود و حتی احتمال حمله طالبان به تاجیکستان را نیز تاکید نموده بودند. ولی کارشناسان بر این نظرند که روسیه ظاهراً با بزرگ نشان دادن تعدید حمله جنگجویان از آن سوی امو و پنج می خواهد کشورهای آسیای میانه به خصوص تاجیکستان را ترساند و به این راه به هدف‌های سیاسی و گئوپولیتیکی خود میرسد. باید خاطر نشان نمود که روسیه در تاجیکستان و قرغیزستان پایگاه‌های نظامی دارد. یک نکته جالب توجه این است که بعد سخنرانی شویگو در نشست سازمان شانگهای از خاک افغانستان به ولایت مختار کوهستان بدخشان یک بار دو گروه مسلح عبور کردند. در عملیات ضد یکی از این گروه‌ها در دره یزگلام دو جنگجو کشته شد، ولی در زد خورد دیگر در مرز شغنان با ولایت مختار کوهستان بدخشان پلکوونی کامران رجب‌زاده سردار شعبه کمیته دولتی امنیت ملی در شهر خوروغ به هلاکت رسید.